مرضیه بانوی آواز ایران، صدای دلنشین رنج‌ها و عواطف 60 ساله یک ملت بود. صلابت سرکش زن ایرانی در برابر رژیم ملایان بود. هنر و مقاومت را در هم آمیخت و مرگ ظالمان را با صدای توفنده فریاد زد. او در تاریخ ایران زمین جاودانه و ماندگار خواهد بود. انشالله امیدوارم بزرگوار ما که حضور غیبی داره هر کجا هست به سلامت دارش و انشالله هرچه زودتر دیده به دیدار دوست باز کنیم که برای تک تک ما خیلی خوشحال کننده است. مضافم به این که من عاشق مسعودم. من 7500 کیلومتر رو به خاطر وجود مریم رجوی آمدم به این دیار. مسعود رو که دیدم عاشق شدم. درود باش. آقای محدثین، برادر مجاهد، شما بدونید که من وفاداری رو، اینو راست میگم بهتون، من وفاداری رو از شماها آموختم. من حقیقت رو از شماها آموختم. در صندوق خونم نمیگم اینو، بارها پشت میکروفون و پشت بلندگو فریاد زدم. شماها میدونین برای چی موندین؟ برای که اتحاد و اتفاق دارین اینجوری و نه دروغی. چون بارها من مثلا، شما فکر کنید، من با هر کدوم از خواهرها صحبت کردم، هر حرفی رو که میزنم میگم مثلا فلان بهش بر میخوره که منو نگو، و به منم بر میخوره که چرا میزنه تو دهن من. خب بذار من حرفمو بزنم. نه من نبودم، اون بود، اون یکی میگه اون بود، اون یکی میگه اون بود. من 15 سال دارم میبینم اگه وفاداری، اگه محبت، اگه انسانیت، من همه اینا رو از شماها آموختم. من آنیم که دل از مهر دوست بردارم، بله من به سردار بزرگ قول دادم بهشون که اگه تیغ به سرم بباره، فقط افتخارم این که در کنار مجاهدین هستم. بنده هستم، بودم و هستم و خواهم بود. اگرم کاری رو انجام دادم براتون و در آینده انجام بدم، خواسته دلم بوده، برای که عاشق مجاهدینم، دوستشون دارم، احترام دارم بهشون. ولی بهتون بگم شما خیلی خوب میدونید که من زندگیمو کردم، محبوبیتم داشتم و تا زمانی که زنده باشم، مرسی، تا زمانی که زندم محبوبیتمو دارم، ولی بر خودم واجب و لازم دونستم که بیام خدمتگزار مجاهدین بشم. نترسین از مجاهدین. قدر مسلم این که مجاهدین ترس و وحشتی، اجازه بدید من عرض داشتم آقا، ترس و وحشتی ندارن. از مجاهدین کسی نباید بترسه.
مجاهدین رو باید حمایت کرد، چون مجاهدین خیلی غریب افتادن. البته خیلی هم ماشاءالله زبر و زرنگ و باهوش، و در 24 ساعت 3 ساعت بیدارن، اونم چرت میزنن 21 ساعت کار میکنن، 15 ماه شب و روز ناظرن بر این اعمال مجاهدین. خوشبختانه بندرم دارن لنگه خودشون میکنن و کردن لنگه خودشون. ما فقط میبینیم که مرضیه، بخوان بخوان برای مادران پیرمون که چشم انتظار دیدار بچه هاشون هستن، بخوان برای اطفال یتیم، برای زنان دردمند، برای خلق تحت ستم، برای مقاومت، برای آزادی، برای ارتش آزادی. آتش ظلمت را خاکستر کرد.